بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه است، 24 ماه می سال 2019 میلادی و برابر است با 3 خرداد اگر اشتباه نکنم. اینجا ما نوشتیم جمعه، باید نوشتیم پنجشنبه باید جمعه باشه. اجازه بدید ببینم درست شد. بله، جمعه 3 خرداد 1398. خب از دوستان خواهش میکنیم که روی فیسبوک برنامه های ما رو با دیگر دوستان خود هم شیر کنند و یادشون باشه که میتونن در تلویزیون مردم برنامه داشته باشن یا برنامه ای رو که دوست دارن از تلویزیون مردم برای بینندگان پخش کنن. و اما امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای امیر حسین لادن هستیم، نویسنده، محقق، پژوهشگر و کنشگر سیاسی، در مورد 2 موضوع، 2 مقاله‌ای که جدیداً ایشون نوشته صحبت می‌کنیم و شما هم اگر سوالی دارید یا داشتید میتونید در حین برنامه ارسال کنید از طریق فیسبوک یا حتی روزهایی که این برنامه‌ها ریران میشه، بازپخش میشه، تکرار میشه، باز هم میتونید با ما در تماس باشید. و اما اجازه بدید ببینیم که دنیا چه خبر هست و دست کیست. گفت اگر دستم رسد بر چرخ گردون، از آن پرسم که این چین است و آن چون. البته میگن درستش اینی که اگر دستم رسد بر چرخ گردون، یعنی اونی که میچرخونتش، و الان اون که داره میچرخه که کاری به کارش نداریم، با اونی که میچرخونه گیرش بیاریم، یقش رو بگیریم، بگیم آه این چه چرخشیه، اینقدر تون چرخوندی همه از کره زمین در رفتن. و امروز یک فیلمی رو همین اول کار من به شما نشون بدم و این دوستمون گفته که لطف کن بنویس قابل توجه افرادی که فکر میکنند آریایی هستند، کمی فکر کنید و انسان باشید. 2 فیلم هست، یکی اون ماجرایی که یه آخوندی رفته توی مدرسه دخترانه، یعنی دبیرستان دخترانه، و درباره صیغه صحبت کرده یا ازدواج موقت، و یکی دیگه هم همین ویدیویی که من الان به شما نشون میدم که یه مقداری اگر خدای نکرده یه روزی شما هم مانند اونهایی که کم میدانند رفتید تو این فکر که آقا من فلان نژادم، من فلان قوم هستم، فلان قبیله هستم، یادتون باشه و این آقای دکتر حسام نوذری رو به خاطر داشته باشید. پس با هم ببینیم و آگاه شویم، یاد بگیریم، ببینیم این بنده خدا چی میگه. در بیولوژیک هیچ کدوم از ما واقعا فرزند خانواده های خودمون نیستیم. از نظر ژنتیک ما فرزند مردمان خودمون هستیم. دلیلش هم خیلی ساده است. شما زمانی که به دنیا میاد یک پدر دارید و یک مادر، اما 2 پدر بزرگ دارید و 2 مادر بزرگ. عقب که برمیگردیم میشن 4 تا، 8 تا، 16 تا. 10 نسل که به عقب برمیگردیم میشن 1024 تا. 20 نسل که به عقب برمیگردیم میشن 1,048,000 نفر. و هر بار شما نیمی کم و بیش از پدر میگیرید، نیمی بیشتر از مادر میگیرید. و به عقب که برمیگردیم میشه 25%. عقبتر که میریم میشه 12.5%. کمتر و کمتر و کمتر میشه. بنابراین همه ما در ایران بلوچ هستیم، همه ما در ایران کرد هستیم، همه ما در ایران آذری هستیم، همه ما اهل خراسان هستیم، همه ما همشهری حافظ هستیم، همه ما همشهری سعدی هستیم و فردوسی هستیم از نظر جیولوژی. بنابراین اگر از شما بپرسن که نژاد شما چی هست، نژاد ما آریانیست، مفهومی نداره. نژاد ما ساپینس هست، هوموساپینس ساپینس، همه انسان هایی که روی کره زمین هستند.
اما اگر سعادتمند باشین میتونید بگید که من از تبار آریا هستم. اگر سعادتمند باشیم میتونیم بگیم که من از تبار کوروش بزرگ هستم. اگر سعادتمند باشیم از تبار عمر خیام و از تبار فردوسی هستم. اما دنبال ژن‌های اونها در خودتون نگردید. امکان نداره شما ژن کوروش رو در کسی پیدا کنید. امکان نداره شما ژن داریوش رو در کسی پیدا بکنید. مغز همه ما سفید است. استخوان همه ما هم سفید است. قلب همه ما قرمز است. خون همه ما قرمز است. اما رنگ پوست ما متفاوت است. ما تمام اون رنگ های مشابه رو ول کردیم و چسبیدیم چارچنگولی به رنگ پوست. اما چرا رنگ پوست ما متفاوت است؟ و اگر رنگ اینقدر اهمیت داره، چرا رنگ قلب همه ما یکی هست؟ چرا قلب استخوان ما، رنگ استخوان ما همه یکی هست؟ چرا رنگ خون ما همه یکی هست؟ به خاطر که رنگ پوست ما در معرض پرتوی فرابنفش است. ما سه نوع داریم به خصوص. یکی از اونها رو ما نیازمندش هستیم برای تولید کلسیوم، برای ویتامین د. و هر چقدر که گذشتگان ما از آفریقا دور شدن و به قطب نزدیک شدن، اون رنگدانه رو ما از دست دادیم تا بیشتر بتونیم از پرتوی فرابنفش استفاده کنیم، چون حضور فرابنفش کمتر و کمتر میشه، هوا ابری هست. و هر چقدر گذشتگان ما بیشتر در سمت آفریقا هستن، آفتاب بیشتری هست، اون رنگدانه ها رو نیازمندشون هستیم، ملانین، تا مراقب ما باشن از اشعه های بیش از حد فرابنفش. بنابراین هر چقدر ما بیشتر دور میشیم از آفریقا و دور شدیم، رنگ پوست ما روشن‌تر شده. و همین سادگی، هیچ ارتباطی به چیز دیگه‌ای نداره. و همه ما دقیقاً دارای همون ژن‌ها هستیم. تفاوتی بین انسان‌ها نیست. این که ما فکر کنیم انسان‌ها 90% شبیه به هم هستن، نه، اینطور نیست. ما کاملاً شبیه به هم هستیم. حالا چه شما در آرژانتین باشید، چه در روسیه باشید، چه در ایران، و در خود ایران، چه در سیستان و بلوچستان باشید، چه در خراسان. اما ژن‌ها میتونن بیان‌های متفاوت داشته باشه. همون ژن میتونه بیان‌های متفاوت داشته باشه. گاهی اوقات تا 140 بیان متفاوت. اما ژن‌های ما همه یکسان هستن. این رو هم باستی متبرجش بود. خیلی‌ها رفتن دنبال گروه خونی. شاید گروه خونی متفاوت هست. شاید بر اون اساس بتونیم آدم‌ها رو طبقه بندی کنیم. ما الان قرن‌ها هست که داریم آدم‌ها رو طبقه بندی می‌کنیم و علم بیولوژی ده‌ها سال هست که تک تک اونها رو خنثی کرده. ما هی طبقه بندی می‌کنیم و اون خنثی می‌کنه. بنابراین بین آدم‌ها تفاوت در بیان ژن هست، اما بین آدم‌ها درجه بندی نیست. بین آدم‌ها سلسله مراتبی در کار نیست، اما بین آدم‌ها تفاوت در بیان ژنتیک هست. و تفاوت‌های ما در 0.1% هست. همین، یعنی از نظر بیولوژیک حتی شایسته نزدیک شدن به اعلام نژاد متفاوت هم نیست، اینقدر دور هست. چون اعلام نژاد کردن یک مسئله کاملا علمی هست و یک کمیته علمی اعلام نژاد میکنه برای یک اساسی، بر اساس یک فرمولی. ما حتی نزدیک به اون هم نیستیم که بخوایم بین آدم‌ها نژادهای متفاوت رو تعریف کنیم. اما در گذشته داشتیم. ما یک نوع انسان روی کره زمین نداشتیم. ما نوع‌های متفاوت انسان روی کره زمین داشتیم. مغز ما یک مغز ناتوان هست. اما این مغز به آموزش پاسخ میده. به فرهنگ پاسخ میده. اما تجزیه و تحلیل، یادگیری در ما نهادینه نشده. این نتیجه خودمحوری انسان بوده که فکر کرده که من یک موجود اشرف هستم و به این قناعت کردیم. الان سال هاست که عاشق این مسئله هستیم که ما اشرف مخلوقات هستیم. اما انسان به فرهنگ پاسخ میده، انسان به آموزش پاسخ میده. اما اگر به انسان آموزش ندید، به راحتی برمیگرده به حالتهای ابتدایی خودش. اگر شما ژن‌های خودتون رو ما نگاه کنیم، یک تعداد از اونها رو برداریم، وارد دی‌ان‌ای یک حشره بکنیم،
اون حشره این توانایی رو داره که اون ژن‌ها رو بیان کنه. چرا؟ ژن‌های شما رو برداریم وارد ژن یک حشره بکنیم، نه یک پستاندار دیگه، یک حشره. اون حشره میتونه ژن‌های شما رو بیانش رو تضمین کنه، به خاطر اینکه همه ما دختر خاله و پسر خاله هستیم و منظور من از همه ما انسان‌ها نیست، ما با حیوانات دیگه هم پسر خاله و دختر خاله هستیم و به همین دلیل هم هست که ژن‌های همدیگه رو به همدیگه پاس میدیم و اون ژن‌ها رو دفع نمی‌کنه و اون ژن‌ها همون آجر رو دارن، اون ژن‌ها همون الفبا رو دارن. الفبای حیات میان همه ما مشترک. زمانی که پدر و مادر شما با همدیگه بودن تا شما به دنیا بیاید، اگر به جای دوشنبه سه شنبه سکس داشتند، شما به دنیا نمی اومدید، هیچ وقت به دنیا نمی اومدید. و در اون لحظه که با هم هستن 100 میلیون سلول به طرف سلول مادر حرکت میکنه، هر کدوم از اونها به یک نفر دیگه حیات میداد. و اگر شما امروز اینجا هستید به خاطر این هست که اون شب یک بلیت بخت آزمایی بردید که شانس بردش 1 در 100 میلیون بود. 1 در 100 میلیون هست. ممنونم از خب یک بار دیگه هم اینو نشون بدیم قابل توجه افرادی که فکر میکنند آریایی هستند. کمی فکر کنید و انسان باشید یا انسان شوید. خب آقای خوشنودی نوشته که قابل توجه این دوستان شاه اللهی که فوش به مصدق میدن و به قجر میدن و میگن که به مصدق فوش میدن که قجرزاده بوده، خبر ندارن که تاج الملوک آیراملو مادر شاه قجر بود. در نتیجه نیمی از شاه قجریست. همچنین فرح دیبا طباطبایی همسر شاه از سمت مادری قجر هست و نیمی از فرح هم قجر هست. در نتیجه شازده پهلوی نیمی از پدر و مادر قجر هست و هر فحاشی به قجر فوش به شاه و شازداد هر فحاشی به قجر فوش به شاه و شازده است. هیچی دیگه. خب میگه آقا این 40 پول پدر بودن در واقع درسته، اما در طی چند هزار سال. میگه که سعید کاووسی میگه این آقا داره حرفای منو کپی میکنه. خب آقا ما که دیگه نمیتونیم بیشتر از این بهت التماس کنیم که بگیم بیا حرف بزن. چند بار گفتیم بیا حرفاتو بزن، هی ترسیدی از این خانوما در رفتی. بمانه میگه که هیچی دیگه. پس الکی نیست که آخونده میگه اگر کسی شیر الاغ رو بخوره با اون الاغ و بچه هاش خواهر برادر حساب میشن. پس واقعا این آخونده هم میفهمن و ما نمیدونستیم. حالا بهتون گفتم شما این آخونده رو دست کم گرفتین. همون شعری هم که اون دوستمون فرستاد آقای مصباح بود که دشمن نتوان کم شمردی، هم چیزی اشکال من و شما اینه که دشمن رو کم شمردید، گفتید حالا اون یه وقتی خوابش میگیره پس ما هم فعلا بخوابیم، هر وقت بیدار شدیم میان. ولی اون بلده 12 ساعت اون یکی میخوابه، 12 ساعت اون یکی میخوابه، کشیک میدن با برنامه هستن، اونا بیدار و ما خوابیم. آقای گلپا هم عوضی خوند، همه خوابن چشمای شاه بیدار. یادش باید می بود که بگه شاه هم بیدار هست ولی تو خیابونای تهران داره این برانور یا قمار میکنه یا خانم بازی میکنه و این آخونده هستن که پدر مردم رو در میارن به خاطری که بیدار هستن. آقای هوشنگ شیرازی عزیز TNT چی میگفتی؟ ترسو و نادان و تنبل. آقای هوشنگ شیرازی داداش بزرگ بنده این اسم خودش رو TNT گذاشته. خب یه فیلم دیگه دارم که این رو هم دوستمون خواهش کرده هم نشون بدیم هم روی به اصطلاح مردم تیوی میذاریم در تا چند روز پخش بشه و همه ببینن و مستحضر بشن. و ممنون میشیم اگر نظرتون رو هم در این مورد بگین. فقط اجازه بدیم ما این ویدیو رو تنظیم کنیم اندازه اینجا و ببینیم که نوشته خشم این دختر شجاع از سخنرانی یک آخوند
در مورد صیغه در مدرسه دخترانه. بشنویم با هم. سلام، من یه دانش آموز هستم، دانش آموز سال 11. متاسفانه دو روزی که ذهنم خیلی درگیره به خاطر اتفاق ناگواری که توی مدرسه‌مون افتاد. دیروز یه آخوند آوردن توی مدرسه ما و قرار بود در مورد موضوعی صحبت کنه، موضوعی که اصلا جالب نبود، در مورد موضوع ازدواج موقت. در واقع همه حرفایشون این بود که نتیجه گیری کنه. ازدواج موقت بسیار چیز خوبی است و به شدت توصیه میشه و اینکه کاملا کار قانونیه و توی کشور ما به این دلیل قانونیه که برای مدیریت بحرانه و کاملا هم کار درستی است. من توی جلسه نشسته بودم، نمیدونستم موضوع در مورد، وقتی موضوع رو فهمیدم به شدت عصبانی شدم، چون که همونطور که میدونی موضوع کاملا ما زنان رو تحقیر میکنه، حقوق ما رو زیر پاش له میکنه. به شدت عصبانی شدم، به شدت، و اینکه به حرفاش گوش دادم تا آخر تا ببینم چه چیزی باید بگم به مدیر و معاون و ازشون بپرسم دلیل اینکه این آقا رو آوردن توی مدرسه چی بود. مدرسه تیزهوشان. این آقا در مورد موضوع جاری اصلا صحبت نمی کرد، فیلم های ناگواری به بچه ها نشون داد، فیلمی درباره خیابون رد لایت هلند و اینکه اونجا همه مردم تن فروشی میکنن، آمار تجاوزات بالاه، نزدیک 90% توی آلمان، 85% توی امریکا، 80% توی کانادا، و اینکه ایران از لحاظ تجاوز جنسی تقریبا نزدیک 0%. خب و این موضوع به این دلیله که موضوع تجاوز که مردان 90% غریزه جنسیشونه، نیازهای جنسیشون بیشتر زنانه و زنان 10%، پس مردا باید بیشتر ارضا بشن نسبت به زنان. پس بنابراین مردان اگه به مسافرتی میرن و زنشون در دسترسشون نیست، میتونن این کار انجام بدن تا ارضاشن و اینکه دست به کارهایی مثل تجاوز نزنن. در واقع موضوع صیغه کردن توی کشور ما برای جلوگیری از تجاوز، ایشون اینو میگفتن. و اینکه تو کشورهای دیگه تنفروشی صورت میگیره، آمار تجاوزات بالاه، با همه این موضوع میخواستن ازدواج موقت رو تایید کنن توی ایران. توی همه این صحبت ها من به شدت به برخورد و تحقیر شدم به عنوان یه زن، به عنوان دختر تحقیر شدم. بقیه بچه ها خیلی عکس عملی نشون نمیدادن چون میترسیدن. من بلند شدم رفتم از سر جلسه، یه راست رفتم پیش ناظممون، بهشون گفتم که این چه وضعشه، این چه کی آوردین، تقریبا شدنم در اومد. گفتن که ما نمیدونستیم این آقا در مورد چه موضوعی میخواد صحبت کنه و اصلا این آقا نمیدونستیم که قرار تشریف بیاره. یعنی چجوری یه آخوند بلند میشه سرشو میدازه پایین میاد تو مدرسه تیزهوشان فرزانگان و هرچی دلش میخواد میگه، موضوعاتی که اصلا بحثش برای بچه های کلاس 11 هم جالب نیست، همینطور کاملا بحثش واسه پایمال شدن حقوق زنان میشه. توی مرسی دخترونه اینا رو میگفت، میگفتن ما اطلاعی نداشتیم. گفتم باید به این موضوع رسیدگی کنیم. به شدت عصبانی بودم، خیلی عصبانی بودم. باید به این موضوع رسیدگی کنیم. گفتش باشه حتما رسیدگی میکنیم. صبح روز بعد، یعنی امروز صبح، مدیرمون اومد پیش من، گفتش که بگو چی شده، داستان رو تعریف کنم. گفتم وای این که خیلی افتضاحه، ما داستان نمیدونستیم، اگه اینجوری حتما اعتراض میکنیم. یه جلسه با بچه ها تشکیل میدیم تا نظرسنجی کنیم. بچه ها جمع شدن، جناب خانم مدیر سوال پرسیدن و بچه ها همه معترض بودن، همشون معترض بودن، چون به حقوقشون بی احترامی شده بود، به حقشون بی احترامی شده بود، به حق زنا بی احترامی شده بود. اینکه 90% مردان و 10% زنان کاملا پایمال کردن حق ماست. همه بچه ها مخالف بودن ولی مدیر سریعا بحث رو عوض کرد. گفتش ایشون ممکنه که منظورشون چیز دیگه بوده باشه، وقت کم آورده باشن یا خیلی چیزهای دیگه. من به شدت از این کار مدیر ناراحت شدم، ناراضی بودم، بلند شدم و با عصبانیت گفتم
تا وقتی به این موضوع رسیده ای نشه من پامو توی مدرسه نمیذارم. امتحانه ترمم اصلا برام مهم نیست. امتحانه ترمم شروع شده فردا، دومین امتحانه ترمه، ولی من مدرسه نمیرم. حتی اگرم بیفتم امسال هیچ اهمیتی برام نداره، چون مدرک و مدرک دیپلم مدرک کنکور فقط یه مدرکن و این حقوق ما زن هست که مهمه. حقوق ما مبتنی بر ارزشی که داریم، نه مدرکمون. اگه حقوق خودمونو برای به دست آوردن مدرک زیر پا بذاریم، در واقع هیچی نیستیم. از شما دانش آموزان سر تا سر کشور خواهش میکنم با فساد و تباهی و این چیزای بدی که داره پیش میاد توی کشور مبارزه کنیم به شدت. اصلا سکوت نکنین، نترسین ازشون، اونا هیچ کاری نمیتونن بکنن. حتی اگرم کاری بکنن، شما کار حق رو انجام دادین. امتحان و نمره چیز موقتیه، ولی ارزش شما هاست که تا ابد ادامه داره. ازتون خواهش میکنم که مقاومت کنین. خب نظر شما چیه دوستان؟ اولا خب دلیلی که ایشون صورتشو نشون نمیداد این بود که میخواست ناشناس بمونه، ولی اسم مدرسه رو میگه و بعدم دیدید دیگه، ما هم کمک میکنیم دیگه، اینو نشون میدیم، اونم به اون نشون میده، اونم به اون نشون میده، بعد آخرش مثل این خانم شیرازی که در آبیانه دستگیر شده آواز داشته میخونده روز ماه رمضان و برای توریستا و اینها. اتفاقا فکر کنم آقای مانی خورسندی فرستاده بود که بله این خانم شناسایی شد و دستگیر شد. گفتم خب دست من و شماها درد نکنه که اینها رو میفرستیم توی دام این آخوندا تا اونا هم بگیرن. نمیدونم، البته خب یه حسنی هم داره، بعدش اینا میتونن بیان پناهجو بشن، پناهنده بشن. بله میگه که آیا ازدواج موقت اجباری است؟ من اصلا خبر ندارم، ولی آقای رضا، آقای خوشنودی میگه که سر مردم گرم شده به این حرفای صیغه. کسی که اهل صیغه باشه این روزا آگهی میده تو تلگرام و کانال داره و زمان شاه هم که شهر نو بود و شیرین بیان بود و حالا اسمش هر چی میخواد باشه، کسی که اهلش باشه چه صیغه چه شهر نو. آقای این دوستون آقای هوش بلک هوش این چیه فامیلی شما رو ما چجوری باید بگیم؟ این آخوندک های حرامزاده هیچ چیز براشون عیب و عار نیست، منفعت خودشون رو ببینن. زن علی و حسن و حسین رو هم حواله میکنن. اینم از این ماجرا و آخوندا و وقتی که کارهایی که براشون منفعت داره و به اون میرسن دیگه هیچ چیزی براشون مهم نیست. و اما من اون روز درباره آقای حمید احمدی صحبت کردم. آقای حمید احمدی رو من از سال 2001 از طریق تلویزیون و برنامه‌های تلویزیون میشناسم و حقیقتا ایشون بود که لطف کرد با من تماس گرفت و بعدم با هم دوست شدیم. یکی دو بار ایشون آمده واشنگتن، یکی دو بار من رفتم کالیفرنیا و اینها با هم صحبت میکنیم. آره ایشون میگه که این مخفف اسمم هست. ای آقا قربونت، این مخفف اسم قدیه تاکسی باره، حتما اگه همه اسمت رو بنویسی باید ما یه دوتا تریلی بیاریم. در صورت هرچی هستی، هر کی هستی، هر جا هستی خوب و خوش و سلامت باشی، مهم نیست برای ما. و آقای حمید احمدی بعد از این که سالها در کار تلویزیون اینها بود، یک تلویزیونی رو به نام ICC Iranian Cinema Something Channel Iranian Cinema Channel یه چیز را انداخت و بعد رفت تو کار خبر News and World. الان میشه بگی 4-5 تا شاید هم بیشتر سایت های مختلف، استیشن های مختلف و اینها داره که خبرها رو به زبان های مختلف، حتی یه مدتی هم قبرس این برور بود. ما اون روز آمدیم که این چیر نشون بهتون بدیم اپ ایشون رو و دیدیم کار نمیکنه. باشون تماس گرفتیم، امروز به ما نشون دادن، گفتن که شما اون پایینی رو کاری نداشته باش و
بالایی رو باید کلیک کنید. گفتیم چشم. ببینید دوستان، این اپای مختلفی هست که اینجا هست، یکیش هست به نام NOW TV. این رو من وقتی کلیک میکنم، حالا نمیدونم اونجا پیدا هست یا نه، ولی این صفحه میاد. ما رفته بودیم این پایین رو بیشتر، چون همه این کارها این پایین انجام میگیره. ایشون گفت نه، همین بالا، همین بالا روی این بزن. گفتیم چشم، زدیم و شروع شد. بله، این اخبار ناو. بعد اون یکی دیگرش هم که مال تیوی هست، ICC. خلاصه برید چه ببینید چی میگن، نمیدونم یک کمی من با این اپ و مپ و اینها چی دارم. بله الان ببینید نشته ناو العربی، ناو فارسی، ناو ترکی و همه زبانی داره. یکی دیگرش هم هست که الان اونو اشکالی که ما صبح گفتیم عوض کردن، این خوبه. و یکی دیگرش هم هست ICC. همینجوری وقتی میزنید ایرانیان سینما چنل، این رو که پلی میکنی، که من گفتم خب اینو آتو پلی بذارید که دیگه وقتی کسی میاد اونجا نخواد چیز کنه. حالا صداشم من نمیدونم چرا حالا دیگه صدا نداره. بله درصد خودتون هم با اندروید هم با چیز، این برنامه های فیلم های ایرانی هست، تبلیغ های ایرانی هست و اینها. این هم از این ماجرا. پس برید ICC اینا رو هم شما که اندروید دارید میدونید از پلی گوگل، یا اونایی که مثل من آیفون دارن از اپ استور میتونن اپش رو دانلود کنن. بله این آقای خوش بلک هوشم از خنده افتاده رو زمین میگه بله یکم طولانیه ولی عربی و اینها نیستا. آقا این از این عربی و اینها بیا بیرون. شما وقتی بری همین اسما هم همش یه ریشه داره. اینجا میگه جوزف، این همه آقا یوسف خودمونه. اون یکی میگه نمیدونم جیزز، همون عیسای خودمونه. خیلی گیر ندین، اسم اسمه، ول کنید، برید به قول خوشنودی به این صیغه و فلان و اینها گیر ندید، برید دنبال کار. اتفاقا از یه طرف اگر فکر کنی این یه راه گریزیه که این جوونا حالا ممکنه یه پولی هم مجبور بشن برن بدن به یکی، ولی صیغه تا اونجایی که من میدونم حتی خطبه عقد و اینا رو خودشون میتونن جاری کنن. از فردا هر کدوم میتونه گرفتن با هم دیگه بگو آقا این صیغه است، ما خطبه خوندیم دیگه، چیکار میخوان بکنن نمیدونم. خب میگه که فکر کنم شما دوچار سوء تفاهم شدید، ولی یه جوری همین از فلان اسلامیش، فقط به این شرط که قبل از روابط سکسی به عقد موقت اعلام میکنن برای 5 دقیقه یا 1 ساعت یا چند ساعت. آره ایشون دوست پسر دوست دختر در همه جا مجاز است، اما ازدواج موقت ناشایست میباشد. آرزا سنا با سوال میپرسه. اتفاقا میگم این بحث، یه دفعه هم آقای کی بود اینجا دکتر تو کانون یه صحبتی کرد راجع به ازدواج موقت، ملت نذاشتن حرفش تموم بشه، پریدن بهش، گفت آقا این اینجوریه که اگر یک کسی با یک کسی بود و اینا، یه قوانینی رو رعایت کنن، چند روز به خودش وقت بده. شما اینجا این فیلم موری رو نگاه کنید، یه برنامه تلویزیونی اصلا اینه، یه خانمی میاد یه بچه‌ای رو میاره، 3 تا آدم گردن کلفتن میاد، میگه من نمیدونم این بچه کدومشونه، از لحاظ ماه و تاریخ و اینها فکر میکنم بچه این 3 تا. حالا شما آزمایش کنیم ببینیم بچه کدومه. خب این چیزا هم اینجا هست که اون میاد رد لایت هلند رو نشون میده و میاد از تجاوز آمریکا صحبت میکنه و اینها. الان تو آمریکا این مسئله ابورشن یا سقط جنین و اینکه دولت حکومت مرکز منطقه‌ای حالا با ما مثلا شروع کرده و میگن الان چون دوره‌ای هست که این بی سوادای فناتیک و نادان و بنیادگرا رئیسشون ترامپ سر کار هستن، ممکنه پخش بشه، همه گیر بشه. این میگن یکی از معضلاتش اینه که
خواهر و برادر و نمیدونم فامیل و اینها، پدره به دخترش تجاوز میکنه، داییه به دختر خواهرش، اون عمو به دختر برادرش تجاوز میکنه و اینا، بعد اینا بچه دار میشن. اصلا از لحاظ پزشکی و اینها ثابت شده که ازدواجای داخلی هم اشکال داره. حالا همین ما ویرجینیا هستیم، شما بیا برو وست ویرجینیا، همش مثلا این دختر خاله با اون پسر خاله ازدواج کرده و اینها، همشون هم یه سری آدمای چیزی هستن، یعنی این چیزی که اسلام یه جا گفته پسر عمو و دختر عمو عقدشون در آسمان بسته شده، اونا هم همین خیریت رو داشتن اون زمان اینا، که بعد اصلا پزشکا الان میگن تو ایران اگر چیز باشه میرن آزمایش خون میدن، معلوم میشه که فامیل هستن اینا، میگن نه شما نمیتونی با هم ازدواج کنی. خب میگن که خب اینم از بیشوری و نفهمی و حرومزاده بودن آخونداست. عرض کردم خدمتتون که هر جا منفعتشون برسه، زن و علی و حسین و حسن که هیچ، زن و بچه خودشون رو هم به چوب حراج میگذارن و براش هم یک دلیل و برهان میارن. میگه آقا بی خیال، ما از هر دری وارد میشیم به ما گیر میدیا، از میگه از ترسم شوخی و جدی رو باید زیر کامنتم بزنم تا به هم گیر ندی. اینم بد نیست، چون ایرانی ها با هم جدی جدی متلک میگن و فلان. بعد که میگه آقا این چه حرفی بود، میگه آقا من شوخی کردم، آقا تو تحمل شوخی هم نداری. خیلی کار خوبیه از امروز شروع کنیم، وقتی یه چیز میگیم آخرش بگیم جدی، وقتی یه چیز میگیم آخرش بگیم شوخی. بله آقای مانی میگه که صیغه چیز جدیدی نیست، از زمان قارنشینی تا الان بوده. حالا چون این آخونده آمدند و جنگ شد و بیوه شهدا زیاد شد، گندش در آمد. شوخی در جدی، این میگه هم شوخی بود هم جدی بود. خب بریم یک کمی دنبال خبرهای جدی. اولا این هفته تو آمریکا اینجوریه، وقتی یه روز تعطیله دو سه روز از این ور اون ور قرض میکنن میزنن بهش، میشه یه هفته. از دیروز که پنجشنبه بوده شما تو خیابونا میدیدی که ماشینا دارن میرن به طرف دریا، چون امروز فردا اینها اولین روزیه که مردم به اصطلاح تعطیلات تابستونه شروع میشه، استخرا باز میشه، هر کی خونش استخ داشته باشه از اون استخرایی که مال آپارتمان ها هست و اینا شروع میکنن، میره تا سه ماه خورده دیگه، یعنی مموریال دی شروع میشه، لیبر دی تموم میشه، این دیگه ست شده تنظیم شده و این هفته هفته مموریال دیه. حالا درسته که مموریال دی ماشین حراج میکنن و دوشک و رخت خواب و تخت خواب و اینا، ولی اصلش این به خاطر روز یاد بود و گرامی داشته شهدای جنگ ها در آمریکا و اونایی که رفتن خدمت کردن مجروح شدن اینها. نمیدونم تو ایران بعد از 8 سال جنگ و بعد از این همه شهید و کشته و اون یکی دیگه چیه مجروح و اینا، آیا یک روزی رو به اصطلاح تعیین کردن که روز گرامی داشت باشه، یا اونم آخوندا اون را هم خودشون بالا کشیدن و میگن حالا اون که مرد رفت شما بیان ما رو گرامی بداری. نمیدونم. بله آقای رضا سنا میگه آقا ازدواج موقت یک امر خوبی است. خب شما یه 2-3 دقیقه فیلم برای ما پر کن بفرست تا ما به دیگران هم نشون بدیم، بگیم آقا یه دوستی هست آقای رضا سنا و ایشون میگه ازدواج موقت چیز خوبی است. بذار ما اینجا اسم شما رو تایپ کنیم و صفحه شما رو نشون بدیم تا دوستان بیان در این رابطه با شما کلکل کنن. امیدواریم کار به فحش و فحشکشی نکشه و بتونید با دوستی با محبت با همدیگه صحبت کنید و نظراتتون رو بگید و به اصطلاح برخورد عقاید باشه. اینم این. بله آقای رضا سنا کار خوبی هم انجام دادن، هم با فارسی اسمشون رو نوشتن هم با انگلیسی. این کاری که ما به خیلی ها پیشنهاد کردیم ولی بعضی ها گوش نمی کنن، انجام نمیدن. خب ببینیم که این دوست ما هم هی به اسپانیش می نویسه، ما میام اسپانیشو با
گوگل ترجمه میکنیم، برش مینویسیم، جوابم میدیم که بابا ما اسپانیش نیستیم و بلد نیستیم، دوباره با اسپانیش مینویسه، من دیگه ترجمه نمیکنم، ولش میکنم، به انگلیسی مینویسم، من بلد نیستم. بله، میگه که همچین روزی هست، منتها باید همه عزاداری و گریه‌زاری کنن و تو سر کول خودشون بزنن. نه، اینجا خیلی هم به هم هپی مموریال دی میگن، شاد باش میگن، بعد به هم میگن هاف ا گریت مموریال ویکند، یعنی یک آخر هفته خوبی به یاد به اصطلاح اینایی که تو ارتش بودن، اینایی که از بین رفتن، اینایی که مجروح شدن، اینها داشته باشید. این هم از این ماجرا. و برنامه رو پی میگیریم با خبرهایی از یورو نیوز. میگه ایران گمانه‌زنی درباره سفر نخست وزیر ژاپن به تهران دور از واقعیت است. حالا ببینیم که چی شده. میدونید همین الان که من و شما صحبت میکنیم، ترامپ با زنش رفتن ژاپن، قراره توی یکی از این کشتی‌های سومو میگن چی میگن، تو اونم برن به اصطلاح به عنوان تماشاچی، و این انقدر چاق و گنده است که نمیتونه بشینه، حالا یا چهار زانو یا دو زانو، گفته من رو زمین نمیتونم بشینم، قراره براش صندلی چیزی بذارن و رفته ژاپن. همینجا یه چیزی بهتون بگم، کسی که سال 2016 حتی 2014 ایراد میگرفت که این خدازده اوباما گاهی میره گلف بازی میکنه و میگفت من اگه بشم رئیس جمهور اصلا وقت پیدا نمیکنم برم گلف، دوستان تا امروز 102 میلیون دلار خرج سفرهاش شده که میره فلوریدا، میره اینور اونور گلف بازی میکنه. 102 میلیون دلار این شالاتانی که اون وقت حقوقش رو میاره، میگه من حقوقم 400 هزار دلار در سال رو دادم به فلان. چرا؟ وقتی 102 میلیون دلار کجا رفته؟ رفته فلوریدا. کجا؟ هتلی که مال خودشه. پولا رفته کجا؟ رفته تو جیب خودش. کجا رفته؟ رفته فلان جایی که زمین گلف مال خودشه. پولا میره کجا؟ میره تو جیب خودش. ولی خبر خوب، دو سه روزه مجلس حسابی به این گیر داده و گفته ما هر چی منتظر بودیم که تو آدم بشی، به این نتیجه رسیدیم که تو آدم بشو نیستی. و دیگه این رئیس مجلس خانم نانسی پلوسی که اصلش ایتالیایی هست و همه عمرش از جوونی تا الان که 80 سالشه توی کار سیاست بوده، گفت که من آخرین کار رو هم که دعا هست انجام میدم برای این دیوانه و از خانوادش میخوام که به این نصیحت کنن بیاد بره پروی روان پزشکی، چیزی شاید تغییر زندگی بده، ولی اگر این کار رو نکرد ما بعد از این دو سه روز تعطیل بر میگردیم و ترتیبش رو میدیم. حالا چه اتفاقی بیفته باید صبر کرد و دید. و اما ایران گفته گمانه‌زنی درباره سفر نخست وزیر ژاپن به تهران دور از واقعیت است. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید برخی مطالب و گمانه‌زنی، یا گمانه‌زنی هم میگن بیشتر، منتشر شده در مورد سفر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به ایران دور از واقعیت است و اعتبار نداره. این سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در حالی بیان می شود که تلویزیون دولتی ژاپن از سفر شینزو آبه نخست وزیر این کشور به ایران در نیمه اول ماه ژوئن خبر داده است. خیلی جالبه. عباس موسوی گفت آقای روحانی از آقای شینزو آبه از قبل برای سفر به تهران دعوت به عمل آورده که ایشان هم در پاسخ گفته در زمان مناسب این سفر انجام خواهد شد، ولی هنوز زمانش رو تعیین نکردن. وایسیم ببینیم چی میشه. بله، میگه که خب آقای زمانیان یک چند تا اسم دیگه هم بساز برای خودت. من نمیدونم منظورتون چیه، اگه با آقای زمانیان هستی خب با آقای زمانیان بگو، چرا برای ما مینویسی؟ زمانیان هم هست که یقشو گرفته فیسبوک راهش نمیده. خب همین کارو میکنی بعد میگن جاسوسی. من اصلا نمیفهمم آقا، بنویسید
آها سلام، فرهاد زمانیان هستم. سلام خدمت سربی عزیز، محسن افشاری. آی 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 این ایرانی ها خیلی جالبه، از در میکنیش بیرون، در میبندی بعد میای اینجا میبینی زودتر از تو اومده تو خونه. چجوری؟ در پنجره باز بوده، در حیات باز بوده، برگشته اومده تو. حالا این این آقای زمانیان میگه که من اسمش عوض کرده گذاشته محسن افشاری. خب زمانیان رو نگه میداشتی به جای فرهاد میذاشتی فریاد مثلا بمانه. میگه همین کارها رو میکنی بعد بهت میگن جاسوس. آقای سلیمانی هم که خیلی هم مطالعه داره، هم تو سیاه سیاسی برنامه ها رو میبینه و تجزیه و تحلیل ها رو اینا رو دقت میکنه، نوشته پلوسی اصلا در آمریکا به ایالت مریلند متعلق است و پدرش سیاستمدار مهمی در مریلند بود. کاملا شما درست میگی، ولی از اینجا رفت از کالیفرنیا فکر کنم چی میکنه. الان وقتی بهش میگن میخنده، میگه من درسته که مریلندی هستم ولی نماینده سان فرانسیسکو هستم. بماند. خب آهان آقای مانی میگه من محسن افشاری رو گفتم، خیلی ممنون. من همه اینا رو ببینید چون این برای نمیبینم، میره بالا یه دم میبینم یه چیز جدید نوشته شده بود و گاهی وقتی هم اگه من یه حرفی میزنم که شما گیج میشید احساس بدی نداشته باشید. ببینید همین احساس رو من اینجا دارم. رویای اینترنت پرسرعت جهانی، اولین ماهواره ها به مدار زمین رسیدن، همش راجع به سرعت، همش راجع به این هست که هی مردم میخوان. امروز به یه دوستون گفتم که شما به همین آقای حمید احمدی گفتم آقا با اسکایپ با من تماس بگیر تا من رو اسکایپ بهت نشون بدم خودت ببینی، ولی من هی اینجا میگم آقا اینجا نمیگیره، شما اونجا میگی میگیره، خب چه فایده داره؟ گفت آقا ما دیگه اسکایپ اونم تو تلفنه. گفتم خب این که اشکالی نداره، من قطع میکنم به شما با اسکایپ تماس میگیرم و این کارو کردم، با اسکایپ به تلفن ایشون تماس گرفتم، بعدم نشون دادم. گفت آها اونو میگی، شما چرا رفتی این پایین؟ گفتیم برای که همه به اصطلاح کنترل پنل داشبورد، همون داشبورد خودمون این پایینه، من این پایین میزنم میبینم اینجا میاد دیگه، اون بالا که سیاهه نمیرم بزنم. که شما به اون دوستان که این اپ ها رو ساختن بهش بگو آقا پیروپاتالا این پایین رو بیشتر نگاه میکنن، ما یادمون دادن سر و زیر باشید، مؤدب باشید، همش داریم پایین رو نگاه میکنیم، خیلی وقتا هم با سر میخوریم تو دیوار از بس که داریم پایین رو نگاه میکنیم. تا روزی که آمدیم دوچرخ سواری یاد گرفتیم، اون وقت به اون گفتن نگاه پایین نکن، نگاه دور کن ولی پا بزن. دیروز با یکی از دوستان رفته بودم، از صبح تا عصر با ایشون بودیم، آدم خوش سخن و خوش برخوردیه. بهش گفتم که آقا این داداش شما خیلی کم صحبته. گفت آره ایشون از بچگی هم همینجوری چی میگن مهجور به حیا یا اینایی که میگن خجالتی هستن و اینها، بعد محجوب به حیا فکر کنم درسته، همون از کلمه حجاب میاد فکر کنم، مطمئن نیست. گفت که باورت نمیشه یه روزی، گفت من یه دوچرخه‌ای داشتم، خیلی هم دوستش داشتم چون همش این ور و بر تو تهران با این دوچرخه میرفتم. گفت مادرمون صدامون زد، گفت که برو کباب بگی. گفتیم خب به داداشمون میخوام بریم کباب بگیریم، شما بیا که وقتی کباب میگیریم من پا بزنم شما کباب دستت باشه. رفتیم اونجا گفتیم خب حالا که دیگه این اومده قفل و زنجیر اینا نبندیم، گفتیم شما وایسا اینجا من برم بکنی کبابی کبابو بگیرم بیام. گفت ما رفتیم دکون کبابی سفارش دادیم، تو صف وایسادیم، داداشم اومد گفت که داداش جون تو چه کار داری با من؟ گفتم آقا من با تو کاری ندارم اینجا، اونجا بهت گفتم پرو دوچرخه باش. گفت یا آقای به من گفته برو داداشت کارت داره و من دویدم اومدم ببینم تو چه کارم داری. گفت بهش گفتم ای داد بیداد که دوچرخه رو بردن. گفت بله همینجوری هم شد، رفتیم اونجا دوچرخه رو بردن. کسی اگه فیلم دزد دوچرخه یادش هست و میتونه لینکشو پیدا کنه، لطف کنه برای من یا با مسنجر یا با فیسبوک اینا بفرسه تا من برای این دوستمون بفرستم، چون دیروز بهش گفتم این فیلم دزد دوچرخه رو دیدی که طرف زندگیش میخواست نابود بشه به خاطر اینکه یه نفر دوچرخه‌ش رو دزدیده بود؟ گفت نه ندیده بودم.
آقای خورسندی میگه که شما سر به زیری، خیال بد نکنه آقای سوربی، ولی چیز دیگه است. بله، میگه یکی از برنامه های عالی من و تو دوست عزیز صندلی داغ سوربی با سبا. اینم بد نیست. سوربی عزیز، روشن فکر، روشن فکر مثل آن خروس میماند که خیال میکند اگر نخواند سحر نمیشه. با سلام، سلام به روی ماه آقای سبا تبار. بله، میگه ایشون از کالیفرنیا هستن، منظورش نانسی پلوسیه، و چون حزب، چون دموکرات ها الان اکثریت هستن، رئیس مجلس که همون سخنگوی مجلس هم هست، speaker of the house، که نفر سوم آمریکا میشه. نفر اول میشه رئیس جمهور شارلاتان، نفر دوم میشه اون دیوانه مذهبی پنس، که میگه اگه زنم یه جا نباشه من با خانوما صحبت نمی کنم. شاید یه وقتی نمیدونم والا. نفر سوم این نانسی پلوسیه، یعنی اگه یه جایی با هواپیما اون دوتا سقوط کنن در جا برن، این میشه رئیس جمهور. به همین خاطر هم هست که بیشتر با هم نمیرن، با هم توی مجلس هم حاضر نمیشن، خیلی به ندرت. و اون روزی که State of the Union هست، سخنرانی هست، ژانویه که، و همه اینها تو مجلسن، نفر اول، نفر دوم، نفر سوم، یه نفر رو، یکی از نمایندگان رو میفرسن بره یه جایی که ایشکم نمیدونه، ایشکی نمیدونه که بعضی ها میدونن، که اگر یه دفعه یه بمبی انداختن، چون میدونید اون هواپیما میخواستن بیان بزنن به مجلس سال 2001، چیزی که از شبش رفته بودن دیسکو و استریپتیز کلاب و اینها، دیگه صبح هنگاور داشتن، به جای بپیچه این ور رفت پیچید اون ور توی پنسیلوانیا، ولی قرار بود بیان بزنن به مجلس، به وایت هاوس فلان اینها. اگه یه وقت همه اینا که تو مجلس هستن آمدن زدن، این سه نفر از بین رفتن، همه از بین رفتن، اون یه نفر اونجا باشه. جالب اینه که پارسال یه احمقی رو گذاشتن، فکر کنم پری اسمش، این دیوانه‌ای که گاورنر تگزاس بود، کجا بود، بعد هیچی هم بلد نیست، بلد هم نیست صحبت کنه، حرفم که میزنه یادش میره و اینا. بعد میدونید ترامپ مجبور افرادی رو که بلد نیستن بیاره سر کار، و الا یه نفر آورد، این سی او و سی اف او نمیدونم چی چیه، مال اگزان موبیل بود، اون همون تلرسون اگه یادتون باشه، درست میگم تلرسون، و اون بلد بود. بعد اون دید آقای اصلا احمق دیوانن، گفت ترامپ دام است، نمیدونم از فور فلان اینا، یه مش فوش داد. حالا بازم این هنوز داره بهش فوش میده، چون اینایی که دیکتاتور هستن، همون دیکتاتوریشون باعث میشه کمدان بمانن، حالا اگه نگیم نادان، اون وقت اون کمدانی باعث میشه حسودی کنن به اون کسی که یه چیزی میدونه. اول اینایی رو که یه چیزی از میدونن از دور خودشون دور میکنن. برگردیم به رویای اینترنت پرسرعت جهانی، و اینکه دیدید وقتی وصل شدیم به اینترنت، خط تلفن رو میگرفتیم جیغ میزد و یه چیزی مثل قیش قیش بعد وصل میشد، چقدر خوشحال بودیم. نیم ساعت مینشستیم که این یه ایمیل بیاد. الان یه فیلم سینمایی مینویسه 3 دقیقه مثلا، میگیم او 3 دقیقه برای کوالیتی خوب، تازه خیلی زیاده. حالا این 5G که میاد چی میشه؟ ولی چین گول آمریکا زد، توی این رشته جلو افتاده. حالا آمریکایی‌ها دارن دوباره همون شالاتان بازی رو در میارن، مافیا بازی رو در میارن تا اونا رو محدود کنن. یکی از اونا اون شرکتی که به اون 5G دست پیدا کرده و میتونه زودتر از آمریکا استفاده کنه، همون شرکتی که توی کانادا هم دخترش رو گرفتن گفتن این جاسوسه، گفت دخترش رو گرفتن گفتن این به ایران چی میفروشه، هایوی یه هم چیزی اسمشه، H-A-U-V-E-I something missing. خلاصه الان اومدن محدودش کردن، تحریم، این سانکشن یا تحریم های اقتصادی فقط برای ایران نیست. اینا همین من و شما میبینیم، اگه شهروندای خوبی نباشیم لوله آب شهر رو میبندن رومون، میگن اینا که چا ندارن که هر کی آب لوله آب رو میبندن، برق رو قطع میکنن، پدر اون رو در میارن. این هم که همه رو اینجوری یادش بخیر، آقای خوششانس اکیز تو شیراز هست به من بگه، محمد خوششانس، ایشون زنده است یا فوت شده،
این آمد آمریکا و برگشت ایران، گوه این شبکه سرتاسری ایران کار اشتباهیه. شبکه سرتاسری یادتونه، و وقتی هم اون زدن خاموشی ها زیاد شد. گوه شبکه سرتاسری برای اروپا و اینها خوبه که کوچیکن، برای ایرانی که بزرگه سیستم آمریکا خوبه. گفت آمریکا یه دهی تق 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 یه جنراتور داره کار میکنه، میری شهر اونوری یه جنراتور بزرگ و مستقل هستن. سیاست های این جهانخواران باعث شد که آمریکا هم اون استقلال خودش رو از دست بده. الان اینجا هم شبکه سرتاسری هست. اگه شیکاگو مثلا یه نیروگاه از بین بره، شما میبینی برق اینجا هم خاموش روشن میشه. و این چه باید کرد رو بعضیا میرن از ترسشون زیر زمین یه سنگر میکنن، یه جنراتور میذارن، یه سری وسایل کنسرو و از این آب و این چیزایی که فاسد نمیشه میخرن، ولی حالا اونم برای یه هفته، برای دو هفته، بعدش چه کار میکنی؟ تازه وقتی هم تو مهمونی ها و اینا این بر اون بر میگی، طرف میدونه که این فلانی داره، اگه یه طور بشه اول اونا میان سراغت، اول همسایه ها میان سراغت، دوستات میان سراغت. نمیدونم چرا این کار میکنه. دارن بله هر موقع طلب مفت خوری خاص از آمریکا بره ایران باید $100,000 ورودی بده. اصلا متوجه نمیشم منظورتون چیه. طرف مفت خوری خاص، حالا ایران هم که از ملت پول میگیره وقتی میخوان بیان بیرون، خودش میدونه چه زندانی درست کرده که از ملت خروجی میگیره. خب نه، این اسکایپ دفنیتلی یه چیزیش میشه. خب بذارید ببینم، حالا مثلا زنگ نمیزنه، بوق نمیزنه. اوپن والیوم میکسر همه هم بازه، والا اینا همه باز، همه روشن. آها ببینید اینجا دو تا اسکایپ نشون میده. ببینید دوستان اشکال اینه. سلکت اریا. نگاه کنید اینجا دو تا اسکایپ میبینم. فکر کنم قطعی کرد. شما که واردی نگاه کن. ببینید اینجا یه اسکایپ، اینجا یه اسکایپ. نباید دو تا باشه. نکنه این آقای احمدی امروز آمد با تلفن واتساپ و نمیدونم چی زد ما رو داغون کرد و رفت. میگم بهش من این واتساپ و تلگراف و تلگرام و اینا رو اصلا بهشون خوشبین نیستم. با مسنجر تماس بگیرید، فکر خوبیه. خدا کنه آقای لادن متوجه بشن که با مسنجر، اونم یه درد دیگه است، با مسنجر چیز که تماس میگیری فایرفاکس میگه ما نمیتونیم، باید با خدایا زندگیمونو واقعا چجوری با مسنجر تماس بگیری. چشم، بذارید من اینجا آقای لادن رو پیدا کنم روی فیسبوک. امیدوارم ایشون صدای ما رو از فیسبوک یا مردم تیوی بشنوه و روی فیسبوک باشن تا ما بتونیم باشون تماس بگیریم. اینجا آقای لادن. خب امیر حسین لادن هستند و تلفن زدن ایشون. الو، من خاموشش کردم و الان دوباره روشنش کردم. بله، یه اشکالی مثل که اینجا هست، چون ما سیستممون الان نشون میده دو تا اسکایپ و نه حتما هم اینطوره. برای اینکه من اتاق شما رو میدیدم، پرده سبزم میدیدم. آها اون مال همون دوربینیه که صبح من زده بودم برای آقای احمدی، ولی بله. اگه اشکال نداشته باشه با فیسبوک یا یه بار دیگه من بگیرم ببینم میشه، اجازه بدیم من این یک اگه نشد با فیسبوک با چت اونجا دوربین و اینا هم میشه قشنگ کار میکنه. اوکی. مرسی عزیزم. قربان. بله. خب بذارید ما یکی از اینا رو پاک کنیم. آره اینا وقتی
ورژن جدیدش میاد باید خودش اون ورژن قدیمی رو پاک کنه ببره. حالا چرا این کارو نمیکنن من نمیدونم والا. امروز رفتم روی آیفون میگه که باید آپدیت کنی، ورژن 13.8 اومده. حالا من اون چند نمیذارم 13 14 15 16 13.8 13.9 بعدم یه دفعه گریز میزنم میشه 16. بعد گفتیم بله بفرما. بعد میگه که نه میخوای آخر شب برات چون گذاشتی رو اتوماتیک. میگم خب اگه رو اتوماتیک دیگه چرا از من میپرسی؟ آخر شب که ما خوابیم ساعت 2 هر بلایی میخوای سر تلفنمون بیار سر نمیدونم والا. دیگه کم کم من زورم به این چیز نمیرسه، چون پیر شدی سربی از مردم تیوی خارج شو. ببینیم حالا بر ببینید ایشون میگه ما رو میدیدن از اون ور، ولی من صدای ایشون رو ندارم. الان که دارم زنگ میزنم به ایشون معمولا اینجا دالنگ و دیلنگ میکنه و صدایی را میندازه. حالا بذارید بلنگوهای اسکایپ رو یکیش خاموش کنیم، وقتی اون میکسر رو میاره یکیشو خاموش کنیم ببینیم چی میشه. اینم برامون چالشی شد. خب این از این، حالا ببینیم میذاره با این استفاده کنیم. There was a problem with your speaker connect. خب حالا شما صدای منو دارین آقای لادن؟ با سر اشاره کنیم، من صداتون نمیشنوم. آه جالبه، ایشون صدای منو داره، من صدای ایشون رو ندارم. بذارید حالا اون یکی اسپیکر رو روشن کنم. اینو باز کنیم، اینو ببندیم. این یکی. الو صدای من دارین شما؟ حالا صدای من دارین شما؟ خب ما صدای شما رو نداریم، اینم یه اشکالیه. عجب. آقا بذارید با فیسبوک وصل بشه. ببخشید. بله. خیلی روزگار غریبی است دوستان. اصلا این پایین نمیذاره ببندم. یه اسکایپی اومده این پایین. دیدید میره اون تسک بار بهش میگن. بذارید با تسک چی چیز بیافتیم به جونش. آقا تو اینم نشون نمیده. خیلی جالبه. این پایین هستش ولی اینجا نیستش. خواهی از همونهایی که مخفیانه اون پشت داره هر غلطی میخواد برای خودش انجام میده. آقای لادن مسیج، بذارید تماس اینجوری بگیریم با این پلیز الاو. والا بلا ما الاو کردیم. یعنی آدم واقعا عجز خودش رو در مقابل این چیزا میبینه. ببینیم که آقا شما صدای ما رو میشنوید؟ هستید اصلا اینجا؟ نمیدونم قاطی کردم. من میگه کانکتینگ. خب ببینیم چی میشه، ولی صدا نمیده. این میکرو اسپیکر اونم باز. بله ایشون رو ماده. آقا لطف کنید شما صحبت کنید الان. نه خیر اصلا. خیلی جالبه اینجا هم صدا نمیده فیسبوک. ما داشتیم پخش میکردیم چیزا رو. اینجا هم فیسبوک میکرو بلنگوش هست، اینم هست. Disable your video now. You know, okay. Setting camera output default speaker. Speaker headphone. 1, 2, 3, 4 default microphone. اونم از اون. همه چیز میگه درست. آقای لادن یکم صحبت کنید لطفا. نه صداتون نمیاد. خب بذارید تصویرتون از اینجا میگیرم، با تلفن بهتون زنگ میزنم، صداتون از اونجا میگیرم. حالا که
اینا اینجوری میکنن، ما هم از اونوری کلک رشتی بهشون میزنیم. کال ماجرای کلک رشتی هم دوستان برامون تعریف کردن که این بله. خب آقا تصویرتون رو ما اینجا داریم. الو جانم. بله بله، صداتون رو از تلفن میگیریم، تصویرتون رو از اونجا اگه بتونید اونو بذارید رو اسپیکر. تلفن بذارم رو اسپیکر. بله بله، تلفنتون رو بذارید رو اسپیکر که صدای شما رو بگیره، که نخواد دستتون باشه. اوکی بله. خب الان صدای منو دارید شما رو اسپیکر؟ بله بله. خب شما لطف کنید صحبت کنید. دوستان عزیز عذر میخوام از این مشکلی که پیش آمد. امروز خیلی خوشحالم که با آقای لادن هستیم، امیرحسین لادن، و قرار است که ایشون در دو مورد صحبت کنند. یکیش این هست که مقاله‌ای که دو تا مقاله ایشون نوشتن، جنگ پایان گفتگوست، و یه مثالی زدن. من تا امروز نمیدونستم این ماجرای آتش بزرگ شیکاگو داستانش چی بوده، خیلی جالبه، از اون خانم میسیز اولیری. و یکی دیگه هم که قرار بود هفته قبل در مورد صحبت کنیم و برای شما به اصطلاح کاری پیش آمد و نتونستید با ما باشید، ماجرای کودتای آمریکا در ونزوئلا شکست خورده. من ساکت میشم، میکروفون رو در اختیار شما میذارم تا شما با دوستان صحبت کنید. یه بار دیگه هم از شما عذر میخوام، هم از دوستانی که منتظر نشستن تا ما این اشکال رو برطرف کنیم، و خیلی خوشحالم که با هم هستیم. بفرمایید. سپاسگزارم. درود بر شما و بر بینندگان و شنوندگانتون، همینطور بر همیهنانمون. البته فکر کنم پوزش خواهی شما کاری نکردین، دارین از وسایل استفاده میکنین. و اما اون گفتگو که قرار بود هفته پیش داشته باشیم در مورد کودتای آمریکا در ونزوئلا بود که منجر به شکست شد. من فقط چند تا از نکات مهم اون مقاله رو با بینندگان و شرمندگان به اشتراک میذارم، و بعد اگه کسی علاقمند بود خودش میتونه در سایت های مختلف از جمله گویا اونو به نگاهی بهش بکنه. رئیس جمهور ونزوئلا آقای مادرو روز بعد از کودتا آمریکا رو بر اساس اون اسناد و گفته های خود آمریکایی‌ها آمریکا رو متهم میکنه به اینکه پشت پرده کودتا بوده. کارشناسای آمریکایی همون روز میگن که اطرافیان ترامپ اخفار شدن و در این توهم بودن که هیئت رئیسه یا هیئت وزرای آقای مادرو روز کودتا میره به طرف اونا و پشت میکنه به مادرو. خوان گایدو که منتخب آقای ترامپ و دستشونده جنگ طلبای آمریکاست و اونو کردنش به صراط رئیس جمهور ونزوئلا در خواب و رویا، ایشون اقرار میکنه که در مورد این که نظامیان کشورش باهاش همکاری میکنن خوشبینانه عمل کرده. بعد یه شخصیتی هست در ونزوئلا به نام لئوپولدو لوئیز. لئوپولدو لوئیز معروفترین زندانی سیاسی ونزوئلا است، مرشد و معلم آقای گوایدوه. یه اقرار خیلی قشنگی میکنه، یه جالب قشنگ که چه عرض کنم، میگه که ما طی چند ماه گذشته در پنهانی با اشخاصی که در منصبهای کلیدی توی حکومت بودن ما باشون مخفیانه گفتگو کردیم و قرار بود که اینها از کودتا حمایت کنن و ما بهشون قول دادیم که منصبهای خودشونو در حکومت ما نگه خواهند داشت و ما هیچ کاری به گذشته این اشخاص نخواهیم داشت و اونها رو زیر پرسش نخواهیم بود. خب ببینید، یعنی از این واضح‌تر نمیشه گفت که دارن بدبستون میکنن با اشخاصی که میخوان سرنگون کنن. یعنی هدف رفتن و نشستن جای اون مهره های حکومتیه و مردم و دموکراسی و عدالت همش کشکه. علت که آمریکا میره دنبال برچیدن بساط مادرو
برای اینکه میخواد این سیستم سوسیالیستی رو سالهاست میخواد سیستم سوسیالیستی رو در ونزوئلا از بین ببره و میخواد نمیخواد فقط نفت و بهش دسترسی داشته باشه، میخواد در کنترل مطلقش باشه. این خواسته آمریکاست. البته همینجور که میدونین اون رهبرهایی که قرار بود با اینا باشن نرفتن و همه چی نابود شد. لوپولدو رفت پناهنده شد به سفارت اسپانیا، گوایدو پنهان شد و یکی از شخصیتایی که فرار کرد رئیس ضد اطلاعات ونزوئلا. یه شخصیت بسیار جالبی هم در ونزوئلا وجود داره و اسمش از ادواردو لندر. ادواردو لندر یک جامعه شناس و یک گروه کوچیکی دارن در ونزوئلا که شهروندهای طرفدار قانون اساسی هستن، پشتیبان قانون اساسی هستن و به شدت مخالف مادروه، ولی میگه ما به هیچ وجه نه حمله نظامی آمریکا را قبول داریم نه این آقای گوایدو که دست نشونده جنگ طلبای آمریکاست قبول داریم. میگه سرنوشت میهنمون رو ما باید مشخص کنیم و از این نظر من خواستم من این مقاله رو نوشتم، ولی که یک شباهت‌های بسیار نزدیکی وجود داره. همونطور که آمریکا داره ونزوئلا رو میخواد از بین ببره، حکومتش رو میخواد در ایران دست ببره، داره تحریم هر دو کشور در تحریمن و داره پشت پرده کودتا میکنه و داره از یه مش اپوزیسیون قلابی که ما اسمشون گوشتیم احمد شلبی داره از اونا حمایت میکنه. خب این چیزایی بود که من فکر کردم لازمه گفتنش و تکرارش. دارم نگاه میکنم به مقاله، ببینم یه چیز دیگری هست که بیان کنم، مگر نه سب میکنیم برای گفته چنود. اما من در پایان نوشتم زمانش فرا رسیده که ملاهای حاکم تکلیف خودشون رو مشخص کنن. آیا میخوان قصد نابودی کشور رو دارن، یعنی نابودی مطلق خودشون؟ آیا میخوان در مقابل ترامپ و جنگ طلبا تسلیم بشن، یعنی همون کسایی رو که 40 ساله میگن مرگ بر آمریکا، میخوان حالا سر تعظیم فرو بیارن، یا یعنی اینکه سر عقل اومدن و متوجه شدن که راه دیگری هم وجود داره و اون اینکه به خواسته های ملت ایران پاسخ بدن، نیازهای جامعه رو برآورده کنن. سپاسگزارم. من ممنونم از شما. این مقاله رو من خوندم راجع به کودتای آمریکا در ونزوئلا شکست خورد. بعد الان با این صحبتایی که شما در موردش گفتید، خب نشون میده که اینها حتی به قول و وعده و وعیدهای خودشون هم عمل نمیکنن آمریکایی‌ها. یعنی این چلبی‌های ایران که میرن اونجا، هر روزی ما میبینیم از کالیفرنیا میان، از همین منطقه میرن، 5 تا 6 تا میرن اونجا بهشون وعده و وعیدهایی میدن. باید یادشون باشه که اونا هم ممکنه مثل همون افرادی که قول داده بود که ما از شما به اصطلاح طرفداری میکنیم، شما برید و بگیرید و بریزید اونجا، بعد وسط راه ولشون کرد. ولی شما نوشتید کودتای آمریکا در ونزوئلا شکست خورد. فکر میکنید شکست خورد یا فکر میکنید اون ماجرای قدرت پوتین و اون صحبتی که به ترامپ گفت که کاری به ونزوئلا نداشته باشیم و ما میخوایم که این فقط یک کشور درست حسابی بشه، باعث شد که، یعنی حقیقتا به پوتین، به ترامپ گفته که تو کاری به این چیزا نداشته باشد، بیا این ور، تو فعلا همین دوربر خودت واشنگتن رو درست کن، که واقعا اینجا الان افتضاح شده و در حد انفجاره. ماجرای این که یه دفعه اون جوون سر برآورد و از این که کودت به اصطلاح حکومت ونزوئلا با وجود که میگیم سوسیالیست هست ولی کراپت هست و اینا هم که بحثی توش نیست، اینا رو چجوری شما توضیح میدین؟ بله، ببینین، اولا که اشاره که کردین به پوتین و روسیه اشاره بسیار درستیه، دلیل اصلی نیست ولی یکی از دلایله. برای این که وقتی که آقای پامپئو تماس گرفت با وزیر امور خارجه سرگئی لاواروف
در روسیه گفتگو کرد و گفتش که شما وایسین کنار ما کارمون انجام بدین، سرگئی لاوروف به شدت بهش اعتراض کرد و گفت نه تنها ما کنار ما نمیستیم، ما الان اونجا مستشار داریم، شاهد داریم و ای شماها کنار ما نستین ما وارد میشیم. یعنی در این چارچوب پوتین کوتاه نیومد. ولی مشکلات دیگری هم بود، اتفاقا اینی که شما گفتین که از احمد شلبی ها پشتیبانی نخواهند کرد، حتی این آقای گوایدو رو روز بعد تهدید کردن به ترور از طرف آمریکا، گفتن تو نشون دادی که بس که زیادم توانایی نداری، یعنی به این آسونی حاضر بودن حذفش کنن. من علت نوشتن این، ما واقعا مشکل ما ونزوئلا نیست، اینی که در ونزوئلا داری چی میشین، این که ما برامون اهمیت نداره، ولی مشکل ما ایرانی ها نیست، ما مشکلمون میهن خودمونه. ولی یه تجربیاتی در اینجا هست، یه نکاتی در این مسئله هست که ما باید ازش بیاموزیم، همین جوری که باید از تجربه گذشتمون بیاموزیم و نخواهیم چیزهایی رو دوباره سازی کنیم که ما رو به اینجا کشوندن. بسیار ممنونم. اون مقاله دوم رو حالا در موردش صحبت میکنیم، ولی از اینکه شما جمله دوم این هست که زمان انتخاب برای ملاهای حاکم فرا رسیده و شما پرسیدید که اینا که 40 سال دارن شعار میدن، پرچم آتیش میزنن، مرگ بر آمریکا میگن، آیا حاضرن با اینها صحبت کنن؟ و خب تاریخ نشون داده مثلا امام حسین قیام میکنه ولی امام حسن سازش میکنه، یعنی اینها هیچ ابایی ندارن که اونجایی که پای مصلحتشون میرسه روششون رو عوض کنن. ولی از این ور باز آمریکا هم باز دیدیم خامنه ای گفته بود که ما نمی جنگیم نه صحبت میکنیم، فقط شما نوشتید پس چه غلطی میکنیم؟ این چجوری میبینید این اوضاع رو؟ یعنی تو ایران الان دو دسته هستن، یه عده میگن صحبت کنیم، یه عده میگن صحبت نکنیم. ظریف باز چپ و راست اینجا مصاحبه میکنه، حتی با این خانم فاینشتاین نهار خوردن 2-3 روز پیش، بعد توی به اصطلاح رادیو تلویزیون های مختلف اینجا بیشتر از اون زمانی که این بحث ها بود و رفت آمده بود، الان ظریف رو میبینیم که این خودش نشون میده دست های پشت پرده حکومت آمریکا هم هست که باعث میشه ایشون هر روز مصاحبه کنه. اینا رو چجوری میبینید؟ و یعنی با وجودی که از این ور میگن نه ما حاضر نیستیم صحبت کنیم، ماجرای عمان رو داریم، ماجرای حتی ژاپن و وساطت ژاپن رو داریم که بعضیا میگن بهتره این بار از طریق عمان و ترکیه و اینها وساطت نشه، از طریق ژاپن و چین و اینها میانجیگری بشه. اینا رو در مجموع چجوری میبینید تا بعد بریم سراغ اون موضوع آتش سوزی شیکاگو؟ حتما. ببینید همونطور که تو اون جمله که شما اشاره کردین که خامنه‌ای گفته بود ما نه می جنگیم و نه مذاکره می کنیم، خب آخه وقتی که با دشمن طرفی غیر از این دوتا را چیزی نداری که، یا باید صحبت کنی یا باید بجنگ. من یک احتمال سومی گذاشتم، هم بعد از اینکه گفتم پس چه غلطی می خواهی بکنی، یه احتمال سومی گذاشتم و اون اینه که شاید رسیدن به اونجایی که حاضرن دست بردارن از این توهمات امدادهای غیبی و ماوراءالطبیعی که همش عوام فریبیه و میخوان یه راه سومی به وجود بیارن. منو یاد اون داستان میندازه که اشرف پهلوی خواهر شاه تعریف میکنه و تو کتابش هم نوشته. میدونین که اشرف پهلوی با مصدق دشمن خونی بود. تعریف میکنه میگه که وقتی داشتن پدرم رو بیرون میکردن، یکی از اطرافیان مصدق برای من تعریف کرد که مصدق تو به این دوستانش چی رو گفته بود که اگه من جای رضا شاه باشم میرم تو میدون توپخونه که بعدن شده بود میدون سپه، میگم هی مردم انگلیس ها میخوان من رو بیرون کنم ولی من نمیخوام با حرف اونا برم، شما به من بگین اگه میخواین من از ایران برم من به گفته شما میرم بیرون. اشرف پهلوی میگه من با این حرف موافقم. یعنی یه راه سومی
حالا اینجا راه سوم برای ملاهای حاکم اینه که نه با آمریکا بجنگن، نه تسلیمش بشن، به جاش با مردم خودشون سازش کنن و کنار بیان و خواسته هاشون رو برآورده کنن. ببینید ما وقتی میخواستیم در انقلاب شرکت کردیم، هدفمون این نبود که شاه و سلطنت رو نابود کنیم، هدفمون این بود که شاه سلطنت بکنه نه حکومت، قانون اساسی اجرا بشه. حالا اگر این ملاهای حاکم دست از خودکامگی و دست از دیکتاتوری بردارن، خواسته های مردم رو برآورده کنن، نیازهای جامعه رو برآورده کنن، شاید راه سازش وجود داشته باشه، ولی در حالتی که وجود داره باید برن. بله خیلی ممنون. در همین رابطه دوستان از کالیفرنیا و یک دوست جدیدی هم به تازگی روی فیسبوک آمدن که نمیدونم ایشون کجاست، اگه خودشون بنویسن ما هم میگیم، اگه نه مهم نیست، بالاخره همین که مهمان برنامه ما هستن، بیننده هستن، ممنونی. میگن که خب ممکنه خامنه ای هم پشتش به پوتین گرمه و ماجرای ونزوئلا خیالش رو راحت کرده. نظر شما در این مورد چیه که آقای خوشنودی اینو گفتن؟ وقتی که نه اتفاقا پوتین رو به هیچ عنوان از این نداره، خودش قاطی میکنه و یعنی نخود هر آشی نمیشه، برای اینکه میدونه بازنده میشه. و موقعی که آقای پامپئو هفته پیش بود فکر کنم رفتش در روسیه و با پوتین و آقای لاواروف ملاقات داشت، بعد از اینکه ایشون اومد بیرون، آقای پوتین یک گفتگوی مطبوعاتی داشت و در اون خیلی بازه گفتش که ما آتش نشانی نیستیم که بخوایم تو هر ماجرایی شرکت کنیم و هر آتشی رو خاموش کنیم. این ما به حکومتگرای ایران گفتیم که ما با برجام موافقیم و شما باید در چارچوب برجام کارتون رو انجام بدیم. یعنی داره آب پاکی رو میریزه رو دستشون که من نمیتونم بیام با آمریکا به خاطر شما مقابله کنم. بله حتی یه مقاله بود که میگفت پوتین پشت ملاها رو خالی کرد، من خوندم. ولی یه صحبت دیگه این دوستمون نوشته که جناب لادن گرامی، تجربه نشون داده تا وقتی حمایت‌های خارجی وجود نداشته باشن نمیشه هیچ دیکتاتوری رو به زیر کشید، چه در ایران، چه سوریه و چه در ونزوئلا. شما نظرتون چیه که بعضیا میگن تا نیروی خارجی نباشه، کمک از اونها نگیریم، قولی نباشه، پشتیبانی نباشه، هیچ کاری نمیشه انجام شد؟ ببین جام سبی، این نوع بیانات و سخنان از معمولا از طرف کسانی میاد که طرفدار دخالت بیگانه هستن. حالا ممکنه چون به خودشون و به تواناییاشون و توانایی‌های همیهنانشون باور ندارن چنین تصوری رو دارن، ولی به هر صورت من به هیچ عنوان با این دید همراه نیستم. و بهترین مثالش هم فکر کنم آخرین باری که با هم گفتگو داشتیم بیان کردم، گفتم یه نگاه بکنید به الجزیره و سودان، هر دوشون حکومت‌های دیکتاتوری نظامی رو بدون یک گلوله سرنگون کردن. چیکار کردن؟ یک حرکت مدنی، یک حرکت کلی عمومی. همینجوری تو ایران ما حرکت‌های مدنی داریم ولی 90% مردم میشینن تو خونه تماشا میکنن یا از تو تلویزیون تماشا میکنن. ما نیاز داریم که یه بار ملت یا حداقل نیمی از ملت، یک سوم جامعه، از اینا حمایت کنیم بدون بربریت. ببینیم ما 8.2 میلیون جمعیت داریم، اگر 20% اینا بیاد بیرون کشور فلجه. نه شما میتونی 20% اینا رو با تیر بزنی و نمیتونی اینا رو زندانی کنی. اتفاقا یه مثال جالبی هم از اعتراضات سیاه‌پوستا تو آمریکا وجود داره. یکی از شهرها سیاه‌پوستا رو سرکوب می‌کردن و می‌گرفتن و اینا. بعد این گروهی که با
طرفدارای مارتین لوتر کینگ بودن با همدیگه یه گفتگوی میکنن، قرار میذارن تمام اون سیاپوسا و طرفدارانشون که حاضرن با اتوبوس و ماشین و ترن و هر شوری که میتونن همه برن تو اون شهر. یه شهری که فرض کنین 200,000 نفر جمعیت داره، خب لابد برای زندان برای 10,000 نفر زندان جا داره. یهویی 500,000 نفر رفتن اونجا و دارن اعتراض میکنن. خب اینا شروع کردن دستگیر کردن، زندان ها پر شد، مدرسه ها پر شد، کلیسه ها پر شد، نمیشه کاری کرد، همه بل کردن و مسائل برگشت. یعنی دارم میگم نمیشه وقتی تعداد رفت بالا، معترضین تعدادش زیاد شد، همه رو که نمیشه زندانی کرد، همه رو که نمیشه کشت. خب اشکال اینه که تازه اگر قبول کنیم که مردم گوش میدن به رادیو تلویزیونا و این جنبشایی که از کالیفرنیا هست، آقا تیمسار نیرو هوایی میاد به مردم میگه برین تو صف نونوایی وایسین، اون یکی پرچم فروشه میگه برین پاسارگاد، من نمیدونم پاسارگاد برن چه به اصطلاح جانم. من به این جور مسائل اعتراض دارم، برای اینکه اینا ربطی به گفته ما نداره. بله. اینا یه مش اشخاصی هستن که فقط و فقط اینا همون احمد شلبی ها هستن، اینا دنبال منافع خودشونن، دنبال جز سلطنت طلبایی هستن که دنبال طلبشونن. من با این جور دیدها اصلا همراه نیستم. ما داریم راجع به درستی و پاکی و راستی و قدرت و توانایی مردم صحبت. بسیار خوب. این دوستمون ایران... سوال بله ببخشید، این دوستمون سوال میکنه مگه میشه، میگه مگه میشه با ملای هزار خط، البته ما تا 7 خط شنیده بودیم که ماکسیمومش بود، حالا با ملای هزار خط با سازش داشت، ولی من جایی نشنیدم شما صحبت سازش با ملا رو داشته باشید. شما گفتید که آخوندا آیا حاضر میشن که بیان با آمریکا صحبت کنن، تازه اونجا هم صحبت از سازش نبود، فقط صحبت نه چرا یک سازش وجود داره و اون این که آخوندا بیان با مردم سازش کنن، یعنی بگن ما میخوام خواسته های شما برآورده بشه. آها، همون کاری که پیشنهاد کردن به رضا شاه بیان بگن. آها، یعنی حقیقت اینه که هیچ راهی جز برآوردن خواسته های مردم و یعنی پاسخ دادن به خواستهای مردم و برآوردن نیازهای جامعه برای ملاها وجود نداره. و اگه شما بخوای اون کارو بکنی، یعنی دیگه جمهوری اسلامی وجود نداره، یعنی به ویژه رژیم فقاهتی وجود نداره، یعنی باید اونی که مردم میخوان انجام بشه. من بسیار به توانمندی و شعور ملت ایران اعتماد و اعتقاد دارم و میدونم که میتونیم و باید حکومت و خودمون با دستای خودمون سرنگون کنیم، و این بار قبل از اینکه اینا رو سرنگون کنیم با هم کنار اومده باشیم که برنامه جایگزینی و مشخصمون چیه، که یک حکومت مردم سالار ایرانی باشه. بسیار ممنون. بیایم سراغ این مقاله‌ای که 2 روز پیش 3 روز پیش شما نوشتید، جنگ پایان گفتگو، یا 3 روز پیش خبرنامه گویا به اصطلاح اینو انتشار داده، جنگ پایان گفتگوست، ایران در تیررس حوادث، و در این مورد صحبتی داشته باشیم که میگم اونجا به این آتش بزرگ شیکاگو هم خیلی قشنگه که یک گاو یک کاری میکنه، چون مثل که جنگ جهانی اول اینا هم بر اثر شلیک یک گلوله اشتباهی شروع شده بوده، حالا اینجا لگد یک گاو. یه مقداری توضیح بدید تا دوستانی هم که مثل من داستان رو نمیدونن مطلع بشن و این مقایسه هایی رو که شما کردید براشون قابل درک میشه. بفرم. سپاسگزارم. در این رابطه بود که چجوری مثل یک آتش سوزی یک اتفاق میتونه همه چی رو با نابودی مواجه کنه، و این داستان گاو خانم اولری 137 سال پیش بر همین اساسه که این خانم یه شنبه غروب میره تو طویلهش، طویله بغل خونهش بوده که گاوشو بدوشه، گاوه یه لغت میزنه به اون چراغ
نفتی که بهش تو ایران فکر کنم میگفتیم گردسوز، و این چراغ میفته روی کاها و یونجه‌های خشک و طبیله رو آتیش میزد. و اون موقع درست واقع شده با زمانی که در شیکاگو خشکسالی بوده و چیزام سازمان آتش نشانی هم در اون زمان زیاد تو هر محلی نبوده. تا اینا میان به خودشون به جنبن، نیمی بیشتری از شیکاگو با خاک و یکسان میشه، نابود میشه. و خب ببینیم، یک حادثه و یک گاو باعث میشن که نیمی از شیکاگو میسوزه. و ما از بخت بد ما هیچ کدوم این کشورهایی که دارن با ما میخوان ایران رو بکوبن، مثل آمریکا و اسرائیل و عربستان و امارات، هیچ کدومشون کمبود گاو ندارن. و یه دونه از این گاوا کافیه که زندگی ما رو، هستی ما رو به نابودی بکشه. خود رژیم فقاهتی هم که ماشاءالله تا دلتون بخواد گاو داره. و داستان گاو و در داستان حادثه در این چارچوب بود که چجوری یک اتفاق میتونه جنگ رو به وجود بیاره. من فکر کنم یک اشاره به اون بخش دیگه این نوشته لازم باشه، اگر موافق باشین، در مورد این که امکان داره که ما 10 میلیون آواره داشته باشیم. ببینین، اگه این چند تا آمار رو من میخوام برای بینندگان بگم، کشور لیبی قبل از اینکه نابودش کنن 6,265,000 جمعیت داشت. بعد از حمله و یورش و نابودی، از این 6,265,000 1,271,000 فراری و آواری آواره و پناهنده. کشور عراق 23,500,000، من را دارم اینا رو کلی میگم، 23,500,000 چیز داشت، جمعیت داشت، نزدیک به 4,000,000 آواره بی خانمان پناهنده و فراری داشت که 1.2 میلیونش رو همون منطقه موند. میرسیم به سوریه، 18,227,000 جمعیت داشت، 4.8 میلیون آواره و فراری. خب اگه شما اینا رو تو ذهنتون نگه دارین، ایران 82 میلیون جمعیت داره. پس تعداد آواره ها و پناهنده ها و فراری ها نزدیک به 10 میلیون نفر خواهد. حالا اینو یه خود تو ذهنتون مجسم کنید که آیا جامعه بین المللی، این پرسشایی که من مطرح کردم، توانایی چنین نقل و انتقالی رو داره؟ یعنی 10 میلیون نفر از ایران فرار کنن و بیان به جاهای دیگه؟ آیا امکان داره که این 10 میلیون نفر رو محلشون نذاری، به حال خودشون رها کنی؟ و چجوری میشه نیازهای اینا رو برآورده کرد؟ به این نکته هم باید اینجا توجه کرد. ببینین، القاعده کی به وجود اومد؟ پس از حمله و نابودی عربستان. داعش پس از حمله و نابودی عراق. حالا ببخشید، گفتین عربستان آقای لادن؟ عراق. نه، القاعده رو فکر کنم به جای افغانستان گفتید. افغانستان. بله. افغانستان. بله. ببینین، منظورم اینه که، به من اینو توی این نوشتم آوردم، که وقتی که شما 10 میلیون انسانو هستیشون ساقط کردی، کشورشون رو نابود کردی، اینا آواره و سرگردان با خانوادهشون هستن، حالا گرسنه و بدبخت و بعد خانوادهشون، یه عده بچه‌هاشون بمیرن و از بین برن، خب یه عده از اینا میرن دنبال انتقام جویی. و اونطوریه که دنیا آرامش نخواهد داشت و نبایدم داشته باشه.
یعنی دنیایی که میاد از قصد یک کشوری رو نابود میکنه باید با این چیزا روبرو بشه. نه اینکه من دنبال این مسائل هستم، ولی من هیچ دلیلی نمیبینم که اگه اونا بیان کشور ما رو نابود کنن بعد خودشون شبا آروم بخوابن. در مخصوصا الان با این مشکلی که دنیا باهاش روبرو هست، مسئله مهاجرین و پناهجویانی که به خاطر همین جنگ ها بیشتر الان نظم اروپا و نظم کشورهای دیگر رو به هم ریخته. ضمناً همه امروز شنیدیم که خانم ترسا می هم میخواد استعفا بده. این دوستمون بله این دوستمون سوال میکنن که چطور میشه داخل برنامه ها آمد. راهی که هست همینه که شما از طریق فیسبوک بنویسید و ما چیز کنیم، ولی اگه بخوان مناظره ای داشته باشید، گفت و شنودی داشته باشید، با آقای لادن با ایمیل ahladen@outlook.com تماس بگیرید یا روی فیسبوکشون، صفحه فیسبوکشون هم بهتون نشون میدم. و ایشون نوشته که ما طرفدار مداخله خارجی نیستیم بزرگوار، ولی جامعه ما سالیان سال از اتاق فکر کمونیستی برنامه ریزی شد. جسارتاً من اشخاصی که ایران رو با بقیه جای دنیا مقایسه میکنن موافق نیستم، چون که هر کشور و هر ملتی فرهنگ و شرایط خاص خودش رو داره و از جوامع کنونی ایران نمیشه توقع نافرمانی مدنی رو داشت. ضمن این که من با ایشون موافقم توی قسمتی که هر جایی هر مردم کشوری متفاوتن با دیگران، ولی هواپیمایی که بمب میندازه براش فرقی نمیکنه که توی تهران بیفته یا توی کابل، اون خرابیاش یک رقمه. ولی خود آمریکایی‌ها، سرهنگ آمریکایی آمد توی برنامه و گفت که به ترامپ من پیشنهاد میکنم، گفت چون اطرافش یه عده آدمای احمق جنگ افروز گرفته مثل جان بولتون، گفت من بهش پیشنهاد میکنم از طریق این برنامه تلویزیونی که مردم ایران رو دست کم نگیرید و هم جمعیتش رو گفت 4 برابر عراق، 3 برابر عراق، هم به اصطلاح از لحاظ جغرافیایی مساحتش 4 برابره. بعد گفت اینا تو تاریخ، حتی گفت اسکندر رو اینا کشتن، با وجودی که میگن که توی هند زخمی شده، نمیدونم اون آقا رو شما دیدید یا نه، ولی این دوستمون میگه که چون به اصطلاح تینک تنک های کمونیست بودن، حالا باید مداخله خارجی باشه به نوعی. نظرتون در این مورد چیه؟ ببینید جناب سوربی، اولا که من نگفتم که همه ملت های دنیا یکی هستن که ایشون اون مسئله رو بیان کردن. دوم این که ما طی 100 سال گذشته 3 حرکت عظیم سراسری داشتیم، پس بنابراین زیادم دست کم نگیرید ملت ایران. ملت ایران انقلاب مشروطه داشت که بزرگترین واقعه اون زمان بود در اون بخشی از جهان. بعد میرسیم به 28 کودتای 28 مرداد، به جنبش ملی شدن صنعت نفت که ما اون قدرت عظیم امپراتوری انگلیس رو پرت کردیم بیرون. یعنی ملت ایران اون توانایی رو داره. بعد نگاه کنین به انقلاب 57 که بالاخره خودکامگی و خودمحوری و یک بعدیگری شاه و وابستش به بیگانه، ملت انداختنش بیرون. حالا علت این که ما، یعنی ما میتونیم و کردیم 3 و حالا میتونیم بکنیمش بار 4 و انقلاب بکنیم و اینا رو از بین ببریم، ولی بعد این بار یک تفاوت داشته باشه و اون تفاوت داشتن یک برنامه جایگزینیه. کافی نیست که بگیم شاه باید برود، نه، کافی نیست بگیم ولایت فقیه باید برود، بعد بگیم چی میخوام جاش بذاریم. مثل همون داستان عامیانه که میگه اول چنار رو بکن، نه، اول چاله رو بکن بعد برو چنار یا منار رو بدوز. بله، اول چاله رو بکن بعد منار رو بدوز. بله. ممنونم از شما دوستان عزیز. من صفحه فیسبوک آقای امیر حسین لادن رو نشون میدم، به این صورت هست: امیر اچ لادن. و اگرم مشکلی داشتید در پیدا کردن ایشون، در تماس گرفتن با تلویزیون مردم تماس بگیرید، در ترتیب این کار داده میشه. آقا من از شما ممنونم، چون ما ساعت 4 باید برنامه آقای حسن ارشاد رو پخش کنیم،
بیش از این مزاحم شما نمیشیم، ولی امیدواریم هفته آینده شما رو داشته باشیم و اون دوستی هم که هفته پیش براش مشکلی پیش آمده بود و اینها، امیدواریم که همه چیز خوب باشه، حال ایشون خوب باشه و بر وفق مراد آخر هفته خوبی داشته باشید. نظرتون راجع به این مموریال ویکند چیه؟ خب ما به صورت یک خارجی هایی که در آمریکا زندگی میکنیم، برامون بسیار جالبه که اینها فراموش نمی کنن کسانی که برای میهنشون جان باختن. پدر همسر من توی جنگ جهانی دوم بوده، ولی نه سرباز جنگی، بلکه در قسمت بهداری، و ایشون ما به خاطر ایشون اون روزو گرامی میداریم. بسیار ممنونم، امیدوارم که در ایران هم همچین برنامه باشه، چه اونهایی که در حال خدمت هستن، چه اونهایی که خدمت کردن از بین رفتن یا خدمت کردن مجروح شدن، ازشون قدردانی بشه. خیلی ممنون که با ما بودید و امیدوارم آخر هفته خوبی داشته باشید. سپاس بدم شما همین. مرسی. دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن بودیم. اگر اشکالاتی در ارتباط ما یا وصل شدن بود، از شما عذر میخواییم و برنامه زنده این مشکلات رو داره. حتی تلویزیون‌های آمریکایی من میبینم که گاهی ارتباطشون با اون همه ساتلایت و این همه دستگاه و اینها قطع میشه، ولی این نباید دلیلی باشه که ما خودمون رو قانع کنیم که بگیم خب دیگه امکانات ما اینه. چیزی که من باید انجام بدم، مخصوصا بعد از اینکه یه تماس غیر معمولی پیش میاد، بعدش سیستم رو امتحان کنم. شاید من اگر بعد از اینکه با دوستمون آقای حمید احمدی از ICC تماس داشتم، باید با آقای لادن تماس میگرفتم تا ببینم همه چیمون درست کار میکنه. و خیلی جالبه که با وجود داشتن دو تا اسکایپ، این دو تا سیستم با هم دعوا میکردن و نمیذاشتن که ما تماس بگیریم. برمیگرده به اون ضرب المثلی که آشپز که دوتا میشه، یا بعضی ها حتی مثال میزنن که اگر ناخدای یک کشتی به اصطلاح دوتا باشه، اینا میخورن به کوه یخ و میخورن به چیزایی که نباید. در اصل ممنون و متشکرم که ایشون صبر کرد تا ما ارتباطمون برقرار بشه. از شما دوستانی که با ما بودین ممنونم و امیدوارم آخر هفته خوبی داشته باشید اگه در آمریکا هستید و این روز رو گرامی می‌دارید. ضمناً شنیدم این 500 هزار تا موتورسیکلت هر سال توی این دو سه روز میاد در واشنگتن. شنیدم که حالا اینم دیگه از کرامات شیخ ما آقای ترامپ و این سیستمی که دارن و اینها، 102 میلیون پول خرج گلف، بازی گلف خودش میکنه، ولی گفتن که این مخارجش زیاده، از لحاظ انتظامات و اینا خیلی مشکل داره و از سال دیگه گویا این رولینگ تندر بهش میگن دیگه نخواهد بود. ولی به احتمال زیاد خود مردم به تنهایی میان، حالا اگه گروهی و همراه هم نباشه میان و دیدنیه. اگر تا حالا تا امروز ندیدین، حتما این یکی دو سه روزی که تو واشنگتن هستن برید از نشنال مموریال، یعنی از اون قبرستانی که ارتشیا هستن و اینها، میان تا اون خیابون اصلی که میره جلو کاخ سفید و اینها. ضمناً ترامپ میخواد اون برنامه روز استقلال آمریکا رو هم، همش راجع به خودشه، میخواد اون رو هم عوض کنه و میگه که من به عنوان رئیس جمهور باید برم اونجا صحبت کنم، سخنرانی کنم، و اونم مردم اعتراض داره. حالا معلوم نیست اصلا تا جولای 4 روز استقلال آمریکا این آقا سر کار باشه یا نه، چون اینجا به شدت افتادن به جون هم دیگه و حتی خود دموکرات‌ها بینشون دعوا هست که دیگه بیش از این صبر نباید کرد و رفت و این رو برکنار کرد. نظر شما برای ما مهمه، لطف کنید نظر بدید. و شما هم اگه خواستید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، بارها گفتم یک تماس از شما بقیه کارها از ما. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. روز و روزگار بر شما خوش. یک دقیقه به من وقت بدید، برنامه آقای حسن ارشاد رو براتون پخش میکنم، برنامه شماره 223 پشتکار میخواد و علاقه. خیلی ممنون، مرسی.